بزرگتر است کتاب خدا یعنی قرآن است که یک طرف آن در دست خدا و طرف دیگر آن در دست شماست. بنابراین آن را محکم بگیرید و از دست ندهید تا گمراه نشوید. و آن دیگر که کوچکتر است عترت من یعنی اهل بیت من می باشد و همانا خدای مهربان و دانا مرا آگاه فرموده که این دو هرگز از یک دیگر جدا نخواهند شد تا کنار حوض بر من وارد شوند و من این امر را از پروردگار خود درخواست نمودم. بنابراین بر آن دو پیشی نگیرید و از پیروی آن دو باز نایستید و کوتاهی نکنید که هلاک خواهید شد. سپس دست حضرت علی علیه السلام را گرفت و او را تا آنجا بلند نمود که مردم همگی او را دیدند و شناختند. و آنگاه حضرت فرمود: ای مردم، کیست که بر اهل ایمان از خود آنها سزاوارتر می باشد؟ گفتند: خدای و رسولش داناترند. همانا خدا مولای من است و من مولای مؤمنین هستم و اولا و سزاوارترم بر آنها از خودشان. پس هر کس که من مولای اویم، علی علیه السلام مولای اوست. من کنت مولا فهازا علی مولا. و این سخن را سه بار تکرار نمود: من کنت مولا فهازا علی مولا. سپس دست به دعا گشود و گفت: بار خدایا، دوست بدار آنکه را که او یعنی علی را دوست دارد و دشمن دار آنکه را او دشمن دارد و یاری فرما یاران او را و خار گردان خار کنندگان او را و او را معیار و میزان و محور حق و راستی قرار ده. آنگاه حضرت فرمود: باید آنان که حاضرند این امر را به غایبین برسانند و ابلاغ نمایند. میگن که هنوز در اون مکان جمعیت پراکنده نشده بود که جبرئیل این آیه رو هم بر پیامبر نازل نمود: الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت را بر شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما پسندیدم. در این موقع پیامبر فرمود: الله اکبر بر اکمال دین و اتمام نعمت و خوشنودی خدا به رسالت من و ولایت علی بعد از من. و بعد از اون بود که مردم شروع کردند به تهنیت گفتن به امیر مؤمنان علی علیه السلام. برای یک جامعه مگه سعادتی بالاتر از این هست که رهبری ذی‌صلاح و شایستش رو انتخاب کنه و همه جا اعلام کنه و همه رو به سوی اون بخونه و رهبری اون مردم رو و اون جامعه رو به اون بسپره؟ فکر میکنم که برای همه موحدین روشنه که این بالاترین نعمته، چرا که بالاترین کارکرد انسانها هم در همین جا خودشو نشون میده، یعنی امر هدایت یافتگی، انتخاب راهبری و پیروی از اون راهبر. چون تکامل جامعه انسانی در گروه چنین انتخاب و چنین قدم هاییه. به همین خاطر میگن که اون سفر حج پیامبر لقب هایی مثل حجت الاسلام، حجت البلاغ، حجت الکمال و حجت التمام رو گرفته. پیامبر گفته بود که انا مدینة العلم و علیون بابها، من شهر علمم و علی دروازه اونه. حضرت محمد تصریح میکرد که حق رو به علی میشد شناخت و علی رو با حق. و به راستی ما باید بگیم اونقدر که شناخت داریم، حضرت علی مظهر انسان کاملی بود که به ویژگی های انسانی اون یعنی قوت آگاهی، اراده، ایمان و در یک کلام مسئولیت پذیری شناخته می شد. حضرت علی واقع نخستین مردی بود که به اسلام گروید
و در راه تحقق پیام رهایی بخش اون همه هستیش رو در طبق اخلاص گذاشت و به بالاترین مظهر یگانگی، اخلاص و وفاداری به حضرت محمد تبدیل شد. امروز ما رو بعد از 2 دهه، اون هم 2 دهه مقاومت سرفرازانه، بر این داشته که خیلی خوب و بیش از هر کس دیگر معنی و ارزش و جایگاه راهبری ذی‌صلاح رو فهم کنیم. راهبری انقلاب ضد سلطنتی مردمی رو باطلی چون خمینی گرفت و متاسفانه اون چرا که دیدیم بر سر ملت ایران آورد. 2 میلیون کشته و معلول، 1,000 میلیارد دلار خسارت مادی، اون هم در اثر جنگ تحمیلی فقط، اعدام و کشتار 120 هزار از رشیدترین فرزندان مبارز و مجاهد این خاک، نابودی اقتصاد ایران، انهدام سرمایه های ملی، گسترش مفاسد اجتماعی مثل اعتیاد، فحشا و و و، اینها فقط بخش کوچکی از کارنامه رهبری ناحق و قاصبانه خمینی در 20 سال گذشته است. پس امروز خدا رو 1,000 بار شکر میکنیم به خاطر نعمت راه یافتگی و هدایت شدگی به سبب تأثیر و پیروی از علی و خاندان عقیدتی اون. از اون میخواییم که به ما توفیق بده که در راه نجات مردممون از چنگال این رژیم ضد بشری و در راه زدودن زنگارها و پلیدیهای خمینی گرایانه از سیمای راستین اسلام انقلابی ثابت قدمتر و استوارتر باشی. خدایا ما پیام پیشوایان عقیدتی خودمون رو شنیدیم، پیام فاطمه زهرا و تأکید اون رو بر شناخت و به جا آوردن حق رهبری شایسته و ذی‌صلاح، همون حق و نعمتی که تنها در پرتو اون میشه راه درست رو از نادرست بازیافت و در شرایط فتنه و دجالیت به گمراهی و زلالت نیفتاد. پس خدایا تو رو شکر میکنیم بر نعمت راه یافتگی و هدایت شدگی که به ما عطا کردی. انشاءالله که خدا همه ما رو به خواسته هامون برسونه. قال رسول الله من كنت مولاه فهذا